چشمه شفا قسمت 35. آنچه گذشت. ملا امام قریه لاببانی را تشویق می کند تا کسب پدریش را که آهنگری است آغاز نماید و از جانب دیگر مکتب و کلینیک قریه دی پایین تای یک محفل افتتاح می گردد. السلام علیکم ملا صاحب. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. خان صاحب چی تو چرتی معلوم میشی؟ ملا صاحب با تأسف باید بگویم که خلیفه قوت به حق رسیده. پولیس جسدش در مسیر را پیدا کرده بود. انا لله و انا الیه راجعون. خان صاحب خلیفه قوت چی شده بود؟ ملا صاحب بلای حق معلوم که چی مصیبت سرش آمده بود. خان صاحب خداوند خلیفه قوت مغفرت کنه. حالی جسدش در کجاست؟ ملا صاحب جسدش در شفاخانه ولسوالی است. تکفینش کرده اما که فامیلش خبر بدیم که جسدش انتقال بده. آفرین به پلیس ما. چطور که جسد خلیفه را شناخته؟ بخیلم که از روی تذکریش شناخته. خب خیلی گوشیاری خود کده که تذکری خود کت خود گرفته بود. اگر خدا میدانه لاشش خوراک حیوانات میشد. خب ملاسب آل فامیلش چطور میشه؟ چه قسم خبرشان کنیم؟ خانسای بیا اردوی ما پیش خلیفه قوت میریم و خبرش میکنیم. ملا صاحب اون مسجدی هم اومد پیش مامور پلیس روانش کرده بودم. سلام علیکم ملا صاحب. و علیکم مسجدی بچیم چطور هستی؟ خوب هستم ملا صاحب. خبرم خلیفه قوت زیاد جگرم خون شد. خداوند مغفرتش کنه. مسجدی بچیم مزی مرگ کل ما میچشیم. خوشا به حال کسی که با ایمان از دنیا بره. مسجدی بچیم مامور پلیس گفتی؟ آن آقا گفتمش. مامور پلیس گفت برین خلیفه قدرت گرفته بیاین که در موتر خود تا شفاخانه ولسوالی شما را برسانم. خداوند مامور پلیس خیر بده. بسیار آدم خیر خواست. مناسب ما در ولسوالی خبر شدم. خب مسئله افتتاح مکتب بود و خلیفه قدرت هم خوب دوله و مشوق میدرنگان. باز ما دلم نشد که خبرش کنم. ما گفتم همین محفل بخیر ختم شوه باز اون خبر میشه. خان صاحب کسی دیگم خبر داره یا نی؟ نه بینفهم ملا صاحب. مسجدی بچیم تو برو تا او وقتا عمو ملک صاحبم خبر کو. سعیس آقا. سلام علیکم. و علیکم و علیکم سلام. خلیفه جان زندگی سرت باشه. خداوند خلیفه قوت را بیامرزه. مامور صاحب پلیس چی کنیم چیزی که رضای خدا باشه. ملک صاحب بفرمایید موتر بالا شوید. ملا صاحب شما پیش شوید. خب خیر ببینی ملک صاحب بیاین بیاین بالا شوید. کسی دیگه خونه میره؟ نه مامور صاحب پلیس سیپودین و چند نفر دیگر وظیفه دادم که غم قبر بخوره. دریوار حرکت کو بخیر. گلدسته او گلدسته تو اینجا بیار که چی رسم میکشیدیم. سمیا این یک گلدسته ما مانده امیرم جارو کنم که درس ما شروع میشه. گلدسته تو یک دفعه بیا رسم را ببی. سمیرا چقدر چه غصم میکنی؟ کو رسم میکشیده که در کجاست؟ اینه گلدسته سر دیوال سنف رسم کدیم. چی خوب آدم مک است. برو تاش سایکو. او سمیرا ای تو چی میکنی؟ سر دیوال چرا رسم کشیدی؟ این تخته و کتاب چی رسم برای چیز؟ کتاباشو را گرفته در جا که دل چود کشش میکنی؟ گلدسته چی دیگه کلگی سر دیوال خط خط میکنه؟ سمیرا تو دیوال خانه تانامم تو خط خط میکنی؟ مکتب خو مثل خانه ماست. باید پاک و سدره نکاش کنیم. در اینجا خواندن نوشتن را یاد میگیریم. با سواد میشیم. چقدر پر گفتی گلدسته. سمیرا جان تو مرا مجبور میسازی که پر بگویم. بیبی این کار تو بی‌سلیقگی و بی‌نظافتی و نافهمی مرا نشان میده. ما باید مثل یک شاگرد خوب مکتب باشیم. از همه اولتر باید نظافت و پاکی صنف مکتب خود در نظر بگیریم. گلدسته اونم علم صاحب آمد. سمیرا بیا کسیم بریم درست ما که خلاص شد اونجا را پس باق میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بیادرهای محترم
ما امروز به خاطر تدفین خلیفه قوت اینجا جمع شدیم. خداوند خلیفه قوت مغفرت کنه. بسیار آدم خدمتگار بود. خدمت ولس از صدق دل میکرد. یک آدم کمین و پاک نفس بود. بیادرای محترم، وقتی که ما در جنازه برادر مسلمان خود شرکت میکنیم، خداوند اجر ثوابش به ما میده. و ما وقتی که قبر و یا جنازه برادر مسلمان خود را میبینیم، باید یک درس عبرت به ما باشه. یعنی هیچ وقت مرگ خود را فراموش نکنیم و همیشه دی فکر باشیم که یک روز در حضور خداوند جل جلاله جوابگو هستیم. ما در این دنیا مثل مهمان هستیم که یک روز دوباره به جایگاه اصلی خود میریم. این دنیا یک صحنه آزمایش است که خداوند ناظر اعمال ما در این دنیا است. باید روز حشر را فراموش نکنیم که در او روز اعمال نامه ما به دست ما داده میشه. و اون اگر در دنیا کار خوب کرده باشیم، اعمال نامه ما در دست راست ما داده میشه و راستن داخل بهشت میشیم. و اگر خدا نخواسته کدام عمل بدی از ما سر زده باشه و گناهی را مرتکب شده باشیم، اعمال نامه ما در دست چپ ما داده میشه و جزای اعمال بد خود میبینیم. بناهن به هر کاری که در دنیا دست میزنیم، باید خداوند را حاضر و ناظر اعمال خود ببینیم و از کار بد دستوردار باشیم تا خداوند درهای بهشت را برای ما باز کند. و ایران باید بفهمیم که هیچ زرق و برق و شان و شوکت دنیاوی به درد آخرت ما نمیخوره و نباید به دنیای فانی و زودگذر دل ببندیم، بلکه اعمال نیک ما که در دنیا انجام دادیم نجات دهنده ما از آتش دوزخ خواهد بود. دیگه وقتتان نمیگیرم و من الله توفیق. خاله فاتو، خوش آمدی. خوب است که غیر از ریخو نمیکنی. خوش باشی فاضله جان. از خاطر پیسی دست دوزیم دلم نارام است. در خانه که طاقتم میشه. خاله فاتو، دلت نارام نکو. اینا بگی پیسی دست دوزیته. اوه چقدر خوب فاضله جان، این چقدر پیسه است؟ خاله فاتو، اما قیمت را که سر دست دوزید مانده بودی. یک دفعه حسابش کن، کم و حساب شرعی برابر شوه. فاضله جان، حالا تو خود دوزی نکردی، پوره باشه. خاله فاتو، گپ شرعی خویست که وقت از کسی پیسه میگیریم یا با کسی پیسه میتیم، باید دانه دانه حسابش کنیم. خاله فاتو، تو هم پیسه را دست ما بده که حساب کرده برد بتم. اینه، یام پینصد، یام هزار، اینی هم یک و نیم هزار، دو هزار و اینی شام 3000. خیر ببینی فاضله جان، ما دیگه میرم. خاله فاتو، آل خوب باید دست دوزی تا یکمی بدگر هم یاد بتی، باید از او برا. فاضله جان، ماندن والایم نیستی، دختر را بیان که اول دختن گراف عبرتان یاد بتم. کجا بخیر، الو ببونی. سلام علیکم کاکا سیف الدین. و علیکم سلام، یک رقم سرگردان ورستی. کاکا سیف الدین، گفته اگان تا خلیفه قدرت خدا انصاف بته. چرا خلیفه قدرت چی کرده؟ گفته اگان تا اون سر جای دکان آقایم سینه انداخته. الو ببونی، خدا آقای تا بیامرزه، دکان هنگریش خوب میچلید. مگه مال خو، اما زمینش مانده خیر و خلاص. سیف الدین، گفته اگان تا چوب و چختش خون و مردم در جنگا چور کردن. حالی وانه گفته اگان تا زمین خشک و خالش قدرت قایم گرفته. حالا ببانی، خلیفه قدرت دیگه چطور زمین دکان آقایت میگیره؟ تو خوشکر سرزنده میگردی؟ خلیفه قدرت به خیالم گفته اگان تا دکان سلمانی جور میکنه. حالا ببانی، جور کردن دکان سلمانی خو کار خوب است. مگم یک دکان بکرا بگیره، دیگه جای دکان تو را میگیره؟ کاکا سیف الدین، این ما هم گفتی اگان تا میرم که ملاصب سرش خبر کنم. آه برو، ملاصب خواست نگاه شرعی عقب اقدار میرسانه. کاکا سیف الدین، گفتی اگان تا اگه بگفی ملاصب نشد، خدا پلیس و اونو قانونه نگیره. حالا ببانی، برو دیگه، بخیر بری، با مان خدا. با مان خدا. بیادرهای محترم، یک چند لحظه اگه وقت دارین، نروین که مکتتان گپ دارم. ملاصب، گفته اگان تا خلیفه قدرتم خو
نامد برم صداش کنم. الو بابانی، خلیفه قدرت روز دیگه میبینم، حالی تو بشی که گپ بزنیم. ملا صاحب، الو بابانی باز چی عرض داره؟ خدای داد، الو بابانی خود کدام عرض نداره، مگم من از شما یک خواهش دارم. ملا صاحب، امر کنی، این ما در خدمت هستیم. ملک صاحب، شما را خدا سر ما کم نکنه. گپ از این قرار است که الو بابانی خود ککنا را کشت کده بود، مگم ای که از رای شریعت اسلامی و قانون کشور ما خبر شد، خیر ببینه کشت و ککنا را چپه کد و ما تشویقش کدم که پیشی پدری خودم یعنی آهنگری را شروع کنه و یک لقمه روزی حلال پیدا کنه. آلی الو بابانی او قدر پیسه نداره که دکان دوباره جور کنه و اسباب آهنگری را بخره. این آلی اگه شما به اندازه وسط توان خود امرایش کمک پولی کنه تا خودش کار کنه و با پای خود استاده شوه. اون هر وقت که دستش چلید و کارکش جور شد پیسی تانه دوباره میته. ملا صاحب سلامت باشی که الو بابانی را از گمراهی نجات دادی و به کسب و کار حلال تشویقش کردی. ما حاضر هستم که همراهش کمک کنم. ملا صاحب، ما هم به اندازه واسه توان حاضر هستم که کمکش کنم. سیف الدین خان، دستر و مالت برکت. ملا صاحب، ما خو پول و پیسه زیاد ندارم، مگم چوب دکانش در گردن ما. خدای داد خیر ببینی، خدا در چنار زالت برکت پرته. ملا صاحب، در گلکاری هم کتش کمک میکنم. خدای داد خانه تا باد. ملا صاحب، من از کلی مردم دی خوش هستم، خدا کتشان خوبی کنه. بیادرا خیر ببینی، آلی رفته میتانه. با مان خدا. خدا حافظتان. خدا حافظ. انشاءالله کار الابوبانی هم جور میشه. انشاءالله.